اینو اسمش من هیچ وقت درست نمیتونم بخونم. بابای میتی بابای گلایول 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 نگفتی گلایول هیچ رفت داشتی گلایول میتونی کدومه؟ نه بابا هر دفعه توضیح میدی من یادم میره. همون گل هست تو ایران خیلی سر افراد که فوت میکنن سر قبر ها میبرن، اون گل سفید و صورتی و چیزایی دیگه داره، اون گل هست اسمش، اسم اون گل گلایوله. آره بفهم درود به تو گلایول جان، من فداتون بشم. خیلی مخلصیم آقا آرمین، آقا بابک ارادتمندیم. من یه مقدارم حالا اینترنت هم بده، ولی یه سوالی داشتم، دو تا سوال داشتم خیلی کوتاه میپرسم. یکی این که یه بار آرمین جان گفتی که ادیان از یه تاریخی به بعد خوب شدن، یعنی قبل از اون این گاده سمبول خوبی و مهربونی نبود، سمبول فقط قدرت و خوب بر اساس معیار اونا. از کی؟ خب بعد اسم یک نفرم گفتی از کی اینجوری شده قضیه؟ اسم یه نفر رو بردم بذار بینم. اسمش یادم رفت. من یه لحظه میوت میکنم اینترنت هم رو استیبل کنم. بکنم اسم آگوستینو گفتم. من آگوستینو گفتم که اون خدایی که ساخت و از خدای افلاطون در آورد. اسم اون خدا یک الان کاش این کسی اینجا بود. اون خدایی که آگوستین، ببین من داشتم چیزی که داشتم میگفتم این بود که خدای تریامنی، خب یعنی خدایی که سه تا ویژگی رو داره، امنیپتنس، امنیساینس، امنیشس، بخشید امنیشس، امنیپتنس و امنیبنیولنت، یعنی این سه تا ویژگی رو داره، یعنی خدایی که قادر مطلقه، خدایی که آگاهی مطلق داره و خدایی که بی نهایت خوبه. این خداییه که ما میشناسیم. خب این تعریف چیزیه که ما ادیان ابراهیمی از خدا میشناسن. خب ولی شما اگه تورات رو مطالعه بکنید، اگه اناجیل رو مطالعه بکنید، حتی قرآن، چرا قرآن یه مقدار چون بعد از آگوستین بود، یعنی از مسیحیت و اینا مسیحیت بعدی کپی کرده، این خداش بیشتر شبیه هم خدای تریامنی هست. ولی این ادیان مسیحیت اولیه رو مطالعه بکنین یا یهودیت رو مطالعه بکنین، اصلا خداشون همچین خدایی نبود. خب خدای مسیحیت و خدای خب مسیحیت اولیه و خدای یهودیان خدایی نبود که از همه چی مطلع باشه یا قادر مطلق باشه یا اینکه اصلا بخواد کاملا خوب باشه، خب یعنی بی نهایت خوب باشه. خب این یه چیزی بود که افلاطون تعریف کرده بود از یک خدای مطلق. خب افلاطون همه چیزی که تبلیغ میکرد تعریف میکرد همه چیزش درباره همون مطلق بودن و یه چیز ایدئالیستی بود که مستقل هست از انسان و اینا. خب و یه همچین خدایی هم تعریف کرده بود و یه خدایی رو تعریف کرده بود که آگوستین از اون عقیده این خدا رو در آورد. من اگه بتونم اسم اون الان یادم رفته اسم خدا چی بود، یه کسی تو لایف چت اگه به من بگه یا اینکه من بتونم پیدا بکنم توی نوتایی که داشتم دمیگوس یه همچه یادم رفته. میدونی حالا نظرتو بگو که من این اسم اینو پیدا بکنم که بتونیم برین شما پیدا شد. نظر که من فقط بیشتر داشتم اطلاع داشته باشم استفاده کردم، اینو نوشتم چیزایی که گفتی و هم این پیدا کردنش سخته. اگه اسم اینو اگه اسم این خدا رو پیدا نکنم پیدا کردن این یه مقدار سخته. من عرف دنبال این گشتم باید اسم اینو پیدا کنم. یه کسی تو لایو چت اگه بگم خوب میشه. میخوای هفته بعد بیام بپرسم؟ آره نه حالا صحبت های دیگه تو بکن تو من اینو بگم. آره من این وسط بگم حالا صحبت های دیگه رو بگم. یه دو دیگه هم از خودش اینجا هست، از گلایول خودمون تشکر کنم چون لوگو جدیدمون و این اون به حساب تایپوگرافی مال جمهوری بی خدایان فارسی شو ما کیفیت بالا شو نداشتیم، برای ما با کیفیت بالا دوباره از صفر اومد طراحی کرد به دست من. ممنون که قابل دونستی که این کارو من انجام بدم بابک جون. عالی بود آرمی جان، تو کانوا هم قرار دادم، حالا بعد میتونی خودت هم ببینی. ممنون حداتون بشم. خیلی خوشحال شدم که اجازه دادین این کارو من انجام بدم بابک جون.
نه با استفتخار شما لطف کرد. قربونتون بشم. من راستی راجع چی بگم یا نه؟ پیدا کردی؟ بگو بگو بگو. پیدا کردم از تکستش هم قشنگ میام نشون به شما نشون میدم که بتونین از اینجا به بعد اینو مرجع قرار بدیم اینا. خب میگه the idea of the perfect god comes from Plato in his این کتابشه، اسم کتابش هم نمیتونم بخورم. خب این کتاب پلیتو proposed the existence of من ترجمه کردم، میگه که نظریه یک خدای کامل از افلاطون اومده، خب که تو این کتابش نوشته شده و افلاطون این نظریه رو داده که proposed the existence of a perfect being that he called a demiurge. اینا اسمش اینه. خب میگه افلاطون این نظریه داد که یک موجود کاملا مطلقی، یک عالی، یک موجود کاملا کاملی وجود داره به اسم دمیورج که جهان رو به وجود آورده و an ordered using the forms of و از همون الگوهای افلاطونی الگوها استفاده کرده که به جهان نزد بده و اینا. خب میگه سالها بعد در قرن 4 میلادی فیلسوف و دین تئولوژن چی میشه؟ دین شناس، دین پرداز، دین شناس، دین آره همین مزخرف گویی تئولوژن آره چه میدونم آره دین شناس آقای آگوستین. این آگوستین هم تمام حالا درباره آگوستین هم الان یه صحبتی میکنم. آگوستین who was admired که آگوستین از که علاقه داشت به افلاطون این نظریاشو استفاده کرد که تصویری که از خدا داریم و بسازه. خب و این به عبارت دیگه خدایی رو که ما الان میشناسیم، خدایی که انقدر قادر مطلقه و اینا، به خاطر این بوده، به خاطر اینکه آگوستین از افلاطون این قابلیت‌ها خدا رو کپی کرده بوده. خب یه چیزی دیگه میگم، این که مثلا توی اسلام و توی مسیحیت و اینا مثلا سکس و امیال بدنی و اینا انقدر زشته و اینا، همش به خاطر همش نه، خیلیش به خاطر آگوستینه. خب آگوستین بوده که مثلا همه امیال دنیوی رو اینا رو بسیار پست و زشت و کثیف و اینا میدونسته. خب و آگوستین بوده که اون سیب آدم و هوا رو مثلا ربط داده به گناه، مثلا گناهای لذت دنیوی و سکس و اینجور چیزا. خب و آگوستین میدونه اینو از کجا یاد گرفته؟ گلایو نه اصلا نمیدونم. از مانیکیزم. آگوستین قبل از اینکه مسیحی باشه مانی بود، یعنی دین مانی اعتقاد داشته، خودش مانی بوده، دین مانی بوده و دین مانی به شدت ضد امیال دنیوی بوده، جنسی و همه امیال دنیوی. دقیقاً. و این باعث شد که این روی مسیحیت به شدت تاثیر بذاره. خیلی جالبه که دو تا دین ایرانی، یکی زرتشتی و یکی دین مانی، اینقدر روی مسیحیت و به طور کل روی دینای ابراهیمی و بعداً روی اسلام تاثیر گذاشته. خب یعنی دینهای ابراهیمی هم جهنم و بهشت و فرشته و جن و ایناشون رو از زرتشتی گرفتن و بعد بسیاری از این گناهاشون رو از دین به طور غیر مستقیم از مانی به آگوستین، از آگوستین به مسیحیت و بعد به اسلام گرفتن.